در موج برنامه اطلاعاتی خبر. در دوشنبه جلسه شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری شانخای برگزار می‌گردد. اعلام روسیه و تاجیکستان از عملی سازی طرح‌های زیاد در ساحه انرژتیکا. از حتمی شدن واکسینا تا گوشه‌نشینی ده روزه و تایها مراجعه ستاد به تاجیکستانیان. مرگبارترین هفته از حساب کرونا ویروس در روسیه. شهر هرات افغانستان در فهرست میراث فرهنگی جهان داخل شد. پزشک نشانه دهشت آوری شتم هندی ویروس کرونا را گفت. در شهر دوشنبه جلسه شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری شانخای برگزار می‌گردد. گزارش می‌دهد وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. بنابر اطلاع منبع سنه‌های 3 تا 14 ایول در شهر دوشنبه جلسه شورای وزیران کارهای خارجه سازمان همکاری شانخای برگزار می‌شود. باید تذکر داد که شورای وزیران کارهای خارجه مسائل‌های فعالیت کنونی سازمان از جمله آمادگی جلسه شورای سران دولت‌ها را بررسی و حل می‌کند. همچنین برای اجرای قرارهای سازمان و برگزاری مشورت ها در دایره سازمان همکاری شانخای اوید به مسائل بین المللی چاره می اندیشد. ریاست را در شورا وزیر کارهای خارجه دولت عضو که در آن جلسه نوبتی شورای سران دولت ها برگزار می گردد بر دوش می گیرد. طبق نظام نامه درباره ترتیب کاری شورا رئیس شورای وزارت کارهای خارجه ضمن انجام دادن تماس های بیرونه سازمان را نمایندگی می کند. همکاری تاجیکستان و روسیه در ساحه انرژتیکا افضلیت‌های زیاد دارد. در این باره نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان یوگنی کارنکوف اظهار داشت. جهش صفتی تنها در شرایط نسبتاً استوارتر امکان پذیر است و این در نوبت خود بسیار ساحه‌های دیگر اقتصادیات را به تأخیر می‌اندازد، گفت او. به عنوان مثال کارنکوف لایحه‌های روسیه را که در تاجیکستان عملی می‌شوند ذکر کرد. یکی از آنها نیروگاه سنگتوده یک می‌باشد. قبلا او گفته بود که روسیه اومده است به تاجیکستان در انجام دادن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون کمک کند. یکی از شرکت هایی که باید مبلغ گذاری کرده شود تجهیزات را برای اگریگات های گیدروانرژتیکی، توربینه ها و گنراتور ها تامین می کند. کشورها اینچنین مسئله تامیناتی 1000 واگن های بورکش و 100 واگن های مسافربر برای راه آهن تاجیکستان و مسئله تأسیس کارخانه در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی 5 را بررسی کردند. با گفته کارنکوف روسیه و تاجیکستان اینچنین دورنمای خوبی همکاری در ساحه تکنیکی کشاورزی دارند. ستاد جمهوری پرزور نمودن چراهی زیدی اپیدیمیوی و پیشگیری از انتقال پنشوی بیموری سیرویتی کووید 19 در مورد تویو مرکه ها و حتمی شدن وکسین زنی در جمهوری مراجعت نامه جدید نشر کرده است. طبق قرار ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان وکسین زیدی بیموری سیرویتی کرونا ویروس برای شهروندان سینی از 18 ساله بلوی مملکت حتمی می باشد. نفرانی که واکسین زیدی بیماری سیرویتی کرونا ویروس نگرفتند حتما با طبیبان اویلوی و یا با مؤسسه های تندرستی محلی زیستشان مراجعه نمایند. واکسین به شهروندان مملکت طریق رایگان گذرانیده می شود. آمده است در مراجعه نامه. ستاد می گوید وابسته به خطر زیاد پهنشوی و انتقاد بیماری سیرویتی کرونا ویروس از شهروندان مملکت احترامانه دعوت به عمل آورده می شود که همه گونه چاره بینی و جمعیت های عمومی توی خرسندی ها و مرکه که گوناگون را با اشتراک شماره کمی آدمون گذرانند. با شهروندانی که بعد از سفر به کشورهای خارجی وارد قلمرو تاجیکستان میشوند توصیه داده میشود که حتما از تشخیص بیماری سیرویتی کرونا ویروس گذشته نوابسته از جواب مثبت یا منفی تشخیص دوام 10 شبانه روز خود را به ارتباط با نزدیکان و پیوندان در حجره الهیده با محافظت طبی به خطری فرا گیرند. تاکید شده است در مراجعه نامه. از شهروندان دعوت شده است که قاعده های گیگین شخصی و جمعیتی و فاصله اجتماعی را قطعیان رعایت کرده در نقلیات و جای های جمعیتی حتما از نقاب های محافظتی استفاده نمایند.
تعدادی مرگ و میر از ویروس کووید 19 در روسیه در حال افزایش قرار دارد. ستاد فوری اوید با مبارزه با کرونا ویروس میگوید هفت روز اخیر از حساب فوت بیماران مرگبارترین شد، چون دوام یک هفته مرگ و میر به نزدیک 5000 نفر افزود، در حالی که هفته از این پیش فوت از حساب کرونا ویروس در روسیه به 3921 نفر برابر شده بود. با همین منوال بیماری در روسیه رو به افزایش دارد. از 28 ایون تا 4 ایول در این کشور نزدیک 160,000 نفر با ویروس کووید 19 مبتلا گردیدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد درخواست دولت اشرف غنی برای ثبت شهر هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان را پذیرفته است. اطلاع می‌دهد تلو نیوز. با اطلاع منبع طاهر ظاهر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افزود که یونسکو 30,000 دلار به دولت افغانستان داده است تا در گردآوری اطلاعات درباره میراث‌های فرهنگی هرات خزینه کند. زهرا پاولوا، نامزدی علم‌های طب و مؤلفی شبکه تلگرام دکتر پاولوا، درباره نشانه‌های خاص شتام هندی کرونا ویروس سخن گفت. پاولوا تازه می‌دهد که علامت‌های با مانند ویرون‌شوی کره روده معده هنوز سال 2020 به قید گرفته شده بود، اما کمتر دچار می‌شد. اگر کره روده معده انسان ضعیف باشد، البته واکنش نشان می‌دهد، حتی اگر در دیگر بیماران چنین وضع دیده نشود. و ما نباید فراموش کنیم که 80% بافتی системи масъуният даруда ҷойгир аст ва зимни бемори ин низом албатта вокуниш хоҳад кард, шарҳ додааст коршинос. Аммо Павлова як нишонаеро номбар кард, ки танҳо дар навъи ҳиндии коронавирус сабт шудааст ва он воқеан даҳшатовар аст, гарчанде то ҳол зиёд ба қайд гирифта нашудааст. Штамми ҳиндӣ бо он нишонае, ки дар дигар навъи вируси корона нест, фарқ мекунад. Масалан, маҳрум шудан аз шунавоӣ, гуфт табиб. Ёдовар мешавем, ки пас аз як қатор мутатсияҳо коронавирус баъзе нишонаҳо аз қабили гум кардани бӯйро аз даст дод, аммо нишонаҳои дигарро ба даст овард, ки ба зуком бениҳоят шабоҳат دارند. سامیانی عزیز، با امیدی تنسیتی و خاطر جمعی هر یک شما در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خیر، تنسیتو خونه آباد باشید. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.